عباسند آبی بزن کوچه ها را، قرار است امشب جوادم بیاید. به دعبل بگو شعر کامل شد اینجا، به دعبل بگو شعر کامل شد اینجا. و قبر به کوسی که خواندم برایش، بگو این نفس های آخر هم اشکم روان است از بیت کرب و بلایش. عباسند آبی بزن کوچه ها را، به یاد سواری که با ذوالفقارش بیاید سحر تا بگردند دورش، خراسان و یاران چشم انتظارش. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن وأهلك أعداءهم أجمعين. عرض سلام، ادب و تسلیت مجدد خدمت همه شما بزرگواران، شما مؤمنان عزیز که امشب هم ویژه برنامه بر آستان خورشید از بستر جهانی هادی تیوی دریافت میکنید. همچنان در حال و هوای مشهد الرضا نیاب زیاره نایب و زیاره شما بزرگواران هستیم. همچنان در قطعی از بهشت بوی بهشت به مشام جانمان میرسد. همچنان در پناهگاه امام رضا علیه السلام نفس میکشیم و خدا را به خاطر لحظه لحظه این نفس کشیدن شکر میکنیم. تشکر میکنیم که امشب هم همراه شما بزرگواران هستیم در این برنامه که به صورت زنده و مستقیم از این بارگاه و آستان تقدیم شما بزرگواران میشه. در شبهای گذشته افتخار داشتیم تا به بهانه شبهای آخر ماه صفر با موضوع تأثیر الگوگیری از معصومین علیهم السلام در تکامل انسان در خدمت استاد بزرگوار، اندیشمند، متفکر، صاحب نظر آقای سجادی عزیز باشیم. استاد سجادی عزیز سلام علیکم، تسلیت عرض میکنیم شب شهادت امام رضا علیه السلام خدمت. علیکم السلام و رحمت الله. من هم این شب سنگین را و این مصیبت عظما، مصیبت آخر سفر را به همه بینندگان و شنوندگان عزیز که در سوکی پیامبر اسلام و دو فرزندش نشستن تسلیت عرض میکنیم و امیدوارم که در چنین شبی، در چنین ایامی میزان تأثی و برگوگیری ما از پیامبر و فرزندانش جدیتر شود و ما توفیقاتمون در الگوگیری بیشتر باشه انشاءالله. بسیار تشکر استاد سجادی عزیز، لطف کردین. ما امشب هم میتوانیم از این جلسه درسی که در این فضا مهیا شده در کنار مسجد نورانی آقا امام علی بن حسین رضی الله عنه و سلام از شما استفاده ببریم. حتما عزیزان بیننده که برنامه را در چند شب گذشته دنبال کردن در جریان هستن که چقدر مطالب ریشه‌ای و دقیق شروع شد، دنبال شد در شب‌های گذشته و امشب هم انشاءالله می‌خواهیم به نتایج ارزشمندی در بحث الگوگیری از معصومین علیهم السلام برسیم. در خدمت شما هستیم استاد، شروع بفرمایید. انشاءالله در خلال برنامه من انشاءالله سوالاتی که داشتم از شما خواهم پرسید. بسم الله الرحمن الرحیم. شب گذشته در جلسه گذشته عرض کردیم سوره شرح در واقع سیر شناسی پیامبر و تلاش میشه در این سوره که ما رفتار پیامبر و روحیات پیامبر و هدفگیری های پیامبر و مسئولیت شناسی پیامبر را مورد مطالعه قرار بدیم و اونگهی دنبال
این سخنی خداوند باشیم که به ما گفته این پیامبر با این ویژگی های رفتاری برای شما الگویه، اقتدا کنید با. و عرض کردیم که در این سوره اول شرح صدر پیامبر شرح صدر خدا میگه که الم نشرح لک صدر، این که خدا میفرد من این کار کردم معناش این نیست که یعنی استثناءن در خلقت این کار صورت گرفته که توی که پیامبر هستی باشد صدر خلق، نه، پیامبر خواست که برای انجام رسالتش حوصله مند باشد. چرا؟ برای که راه بسیار طولانی است، پر پیچ و خم است، پر مزاحمه، پر موانع، و کسانی میاد راه را میبندن، مشکل آفرین میکنن، حوصله میخواد. و پیامبر اسلام بالاترین حلم و بردباری را داشته. این را باید ما روش فکر کنیم که این پیامبر با این حلم و بردباری توانست که اون بار سنگین را به مقصد برسانه و خداوند تصدیق کنه و وضعنا عنك وزرك. نه اینکه ما تکلیف را از دوشت برداشت، نه، اینجوری معنا نکنیم که خدا ما تکلیف سنگین از دوش برداشت، نه، اون تکلیف را به مقصد رسوندی. با رسیدنی به مقصد بار اون تکلیف از دوشت برداشته شد، ولی بازم به سراغ تکلیف دیگر. پس ببینید پیامبر موفق شد با اون حلم بردباری که داشت. حلم بردباری پیامبر را ما باید مطالعه کنیم، فکر کنیم، بیندشیم. در جنگ احد پیامبر خیلی آسیب دید، عمویش به شهادت رسید، دندانهای مبارک شکسته شد و تعداد زیاد از اصحابم شهادت رسید، خیلی هم فرار کردن. در اون لحظه خیلی حساس، خیلی حساس که پیامبر در یک مغاره گونه نشسته بود، گویا فکر کردن که از دست این مردمی که ما برای سعادتشون تلاش میکنیم چی میبینیم، آیا در اینجا چه عکس العمل نشون داد. از جمله جاهایی که دعای پیامبر نقل شده همینجا، اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، نفر نکرد. این اوج حلم بردباری، این درس برای پیروان پیامبر. خب با چنین حلمی توانست که قله را فتح کنه و تمام مسئولیت ها را به صورت صحیح انجام بده. و استقامت پیامبر، استقامت پیامبر، ببینید خستگی ناپذیری پیامبر، سخت کوشی پیامبر توانست که زمینه انجام رسالت را فراهم کنه. استاد در لفظ بسیار سبک است، بله، ولی واقعا در کردن این کلماتی که حضرت عالی بیان میکنید در حلم و بردباری پیامبر، در سختی هایی که حضرت متحمل شدند تا بار رسالت، بار نبوت و آنچه که بردوششان بود، در سوره شرح شب گذاشتن بسیار دقیق شما توضیح فرمودین، بسیار سخت است درکش. و ما در واقع فقط داریم با کلمات یک چیزهایی را عنوان میکنیم، ولی در کردن این بار سنگین. ببینید تعبیر امام علی میگن طبیب دوار به طبی، این تعبیر میدونی معنی چیه؟ یعنی پزشکی که میبینه مریض در حال هلاکت، یکی دوتا هم نیست، فراوان موجود داره، وقتی مریض رو میبینه میسوزه. یعنی پیامبر وقتی که وضعیت انحراف را میدید و زلالت مردم را میسخت، وقتی که مردم هدایت را نمیپذیرفت، حضرت گرفتار رنج میشد تا خدا رو تسلیت گفت آخر چی خبره؟ میمون نیار نیار دیگه، خدا داره هلاک میکنی. یعنی خداوند آمد وضعیت روحی پیامبر و درد و سوز پیامبر را تصدیق کرد با این آیه، طبیب دوارون به طبی، میدوید با دستگاه پزشکی، دستگاه درمانش میدوید. کل جامعه در زلالت و گمراهی بود،
و پیامبر به گونه تلاش میکرد که همه را در مسیر هدایت قرار بده و درمون کنه، نه اینکه با قصد ثواب بره اگر قبول کرد کرد نکرد، نه میخواست درمون کنه، علاج کنه. چقدر پیامبر حریص بودند در بله. هدایت انسان. بله، خستگی مردم پیامبر رو رنگ میداد، پیامبر تلاش میکرد که مردم را از این وضعیت بیرون بکشه. خب وقتی ما این صحبت ها را مطرح میکنیم، خب بعد مسئله الگوگیری که مطرح میکنیم، پیام الگوگیری روشن میشه. خب این زحمت رو کشید، ببینید به سراغ مردم میرفت، آیات رو بر مردم تلاوت میکرد، مرتب و منظم تلاوت میکرد، تزکیه میکرد، حکمت میاموخت، قرآن را آموزش میداد تا از ضلالت بیرون بیاد، نجاتشون بده. و چون کارش رو درست سخت کوشانه انجام داد، کمال موفقیت رو کسب کرد. و چون کمال موفقیت رو کسب کرد، نام جاویدانه شد، هم در آسمان همگانی شد یاد پیامبر، هم خداوند دستور داد به انسان ها که شما با آسمانی خدا کنید. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی فصلوا عشمون سلموا علیه و سلموا تسلیما. شما تبعیت از آسمان کنید. پیامبر آوازه اش جهانی شد و سرانجام کره زمین رو هم پوشش خواهد داد، علی رغم تمام کارچکنهایی صورت گرفت. تدابیری که پیامبر انجام، با تدابیر پیامبر خیلی رویاروی سخت صورت گرفت. ببینید تدابیر پیامبر، یکی از تدابیرش این بود که اهل بیتش را جوری تربیت کنه که بعد از پیامبر ادامه دهنده راهش باشه، به گونه ای که پیامبر میسخت برای جامعه، برای هدایت جامعه، اونها هم هر کدام در نوبت خودش بسوزن تا جامعه در مسیر رشد قرار بگیره، امتی که بهترین امت شکل بگیره. خب با این تدبیر پیامبر چیکار صورت گرفت؟ امام رضا علیه السلام چرا در خراسان به شهادت میرسه؟ مدینه کجا و خراسان کجا؟ چرا مظلومانه به شهادت برسه؟ چرا مسموم شوه در خانه غربت؟ کیها مسموم کردن؟ خلیفه مسلمی؟ همچنان پیامبر در رنج است. بله. قطعا پیامبر، این جمله ای که از پیامبر نقل شده که هیچ پیامبری مثل من اذیت نشده، شامل این موارد هم میشه. امام حسن مجتبی چرا به شهادت برسه؟ توسط مسلمان به شهادت رسه. بس ببینید تدابیر پیامبر. خب امام حسن به شهادت رسید، امام رضا به شهادت رسید، و تدبیر پیامبر شکست خود؟ نه، برای که شهادت فرزندان پیامبر مسئله را داغتر کرد، پیامبرگرایی را شدتی بیشتر بخشید و سبب شد که یاد پیامبر جاودانه تر شود. چون کسانی که تجلیل از امام رضا میکنه، تجلیل از امام حسین مجتبی میکنه، به یاد پیامبر تجلیل پیامبره. میگن بله پیامبر در فکر ما بودن، میخواستن که اینا کار پیامبر را انجام بده، ولی دشمن آمد اینا رو به شهادت رسن، پس پیامبر در فکر ما بوده، ما هم باید در فکر پیامبر باشیم. لذا و رفعنا لك ذکرک. چرا؟ برای اینکه فإن مع العسر یسر. این قانونی من، خدا هم گفته قانونی من. قانون ما چیه؟ این است که هر کی دشواری ها را در راه انجام تکالیف متحمل شد، او به پیروزی میرسه. صبر و ظفر دوستان قدیمن، بر اثر صبر نوبتی ظفر آید. یه قانونه. پیامبر صبرش فوق العاده بود در مسیر انجام رسالت، ظفرش محقق شد و محقق خواهند شد 100%. اگرچه به صورت نسبی مانع تراشی صورت گرفته، ولی محقق خواهد شد. پیامبر انتظار خداوند بودن که پیامبری من، هدفی را که انتخاب کردی خیلی بلنده، تو میخوایی که بشر را از تاریکی نجات، هدف هر چی بلندتر و بزرگتر باشه،
انجام دادنش سختره و موانعش بیشتره، مخصوصا در مسائل اجتماعی. وقتی میخواد کلی بشر رو نجات بده، بشر رها نیست، بندگان شیطان میخواد که با تمام توان مانع تأثیر پیامبر شه و بشر رو باید در ضلالت نگه داره. مانع ایجاد میکنه، مشکلات ایجاد میکنه، الان هم مشکلات ایجاد میکنه. خب پیروزی بر این مشکلات کاری سختی، پس کار پیغمبر خیلی سخته. ببینید، جهل رو درمون کن، هدایت رو بده، کارشکنه ها را ساکت کن، سر جایشون بنشان تا مردم به هدایت برسه. خب کارشکنه ها جور و جور کارشکنه میکنه، صبر کن، حوصله کن که تا در این گامت به نتیجه برسی. میرسی، صبر و ظفر دوستان قدیمان بر اثر صبر نوبت ظفر میآید، قطعا میآید. خب این کار انجام دادی، این کار انجام دادی، آیا کفایت میکنه؟ نه. این دستور مهمه. خطاب خدا به پیامبر فیضا فرغته، اگر یک کاری را با سخت کوشی انجام دادی استراحت نکن. فیضا فرغته، از این کار سخت فارغ شدی، فنصب خود را به تعب بینداز. کار سخت دیگری، کار سخت دیگری را، چون هدف بلنده، آرمان بلنده، کارها زیاده، تنوع داره، نجات انسانه، تربیت انسانه، تا انسان از اثر شیطان نجات پیدا کنه. پس ما از اینجوری استفاده میکنیم که پیامبر در تمام سالهای زندگیش همیشه کارهای سنگین را انجام داده، چون خدا دستور داده بود فیضا فرغته فانصب، خود را به سختی بینداز. چرا؟ و الی ربک فارغب، چون تو میخوای در مستقر تقرب خدا برسی، و راهی رسیدنی به تقرب به خداوند اینه که هر کار سختی را که انجام میدی آرام منشین، کار سخت دیگر را شروع کن و انجام برسن. بسیار تشکر استاد. با اجازه شما من پول ارتباطی اعلام بکنم. پول ارتباطی که عزیزان میشناسین حتما، ولی وظیفه رسانی بنده هست که باز هم یادآوری بکنم. مثبت 964-780-255-4013. از این طریق میتونین به صورت مستقیم و 24 ساعته با برنامه خودتان در ارتباط باشین، مخصوصا این شبها که ما توفیق داریم به میزبانی شما عزیزان و با یاری شما و با دعای شما در خدمت شما باشیم. از کنار مسجد نورانی آقای امام علی مصطفی رضا علیه السلام هر گونه دل نوشته، صوت و ویدیویی دارین با ما به اشتراک بگذارین، و این برنامه را اگه به صورت زنده و مستقیم دریافت بکنین، در این لحظه میتونین همونطور که از بیانات استاد استفاده بکنین، با تلاش عزیزان همکار ما در اتاق فرمان میتونین تصاویر زنده از بارگاه نورانی آقا امام علی مصطفی رضی الله و سلام مشاهده کنید و زیارتی داشته باشید با چشم دل. انشاءالله که این زیارتتان قبول باشه و این قلیل تدارکی که عزیزان ما دیدنم از ما قبول بفرمید. استاد عزیز، یک بزرگواری میفرمود که زمانی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به پیامبری مبعوث شدند، جامعه آن روز حجاز و عربستان در پایین ترین سطح از رشد اجتماعی بود، و در واقع پیامبر یکی از بزرگترین و در واقع بزرگترین معجزه‌ای که داشتند بالا آوردن این جامعه از پایین ترین سطح اجتماعی به بالاترین سطح در عرض شاید 23 سال تا وقتی که حضرت از این جامعه رحلت فرمودند، این جامعه به خودشان افتخار میکردن که ما مسلمان هستیم، به خودشان افتخار میکردن که ما به دین حضرت پیامبر هستیم. در واقع قبل از او اینا کسایی بودن که دختران زنده به گور میکردن، اینا کسایی بودن که بسیاری از روابط اجتماعی عادی را حتی اینا برای خودشان ننگ میدانستن، در حال جنگ و خونریزی بودن. و این بزرگوار وقتی که اینا رو میفرمود میگفت در واقع این در کل تاریخ جهان بی نظیر هست که یک شخص بتانه از این سطح، یک جامعه از این سطح بسیار منفی در یک سطح بالا اجتماعی بیاره، که الان در واقع ما میبینیم که در کتب تاریخ هم آمده که بسیار مردم در زمان رحلت پیامبر
با همدیگر روابط بسیار حسنه داشتن. زنها دارای یک مقام اجتماعی خیلی بالا بودن و در واقع میشه گفت که پیامبر واقعا کار سخت و معجزه‌آسایی داشتن. در خدمت شما هستم. ببینید اینو بازم کلمات است که ما مطرح می‌کنیم. بله. ببینید پیامبر که اونگونه سخت کوشانه تلاش میکرد بخواست بار به مقصد برسه، موفقیت 100% باشه. ببینید در زمان پیامبر این آیه نازل شد که سیرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه مردم مدینه اومن به مقام ایثار رسیدن. این مدال کوچکی نیست. این پیامبر موفق شد. پیامبر موفق شد که وضعنا عنك وزرك، تو با انجام رسالت کامیاب شدی. درست مشکلات پیش آمد، مهم بود که پیامبر موفق شوه و این موفقیت مندگار شوه و سرانجام کره زمین را پوشش میده. خب حالا خب ما برگردیم به سوره تأثیر. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. وای مسلمان، ولیکن پیامبر بله خوب به مردم گفت، خدا گفت اعلان کن که تو چگونه کار میکنی. تمام زندگیت با یاد خدای، چون ویل ربک، ببینید وقتی میگه فضا فرق، ویل ربک فرق، این رغبتی تقربی به خداوند در خواب آدم مطرح، در تمام زندگیت مطرح، نه تنها در نماز مطرح نبود، این گونه زندگی کرد. مسلمون تو هم این پیامبر بهترین سرمشق برای توست. اسوه حسنه. ببین که قدم جای قدم پیامبر گذاشته ای یا نگذاشته ای، تلاش میکنی یا نمیکنی. آیا میتونی بگی که من هم چون پیامبر به دستور خداوند اعلان کرد که قل ان صلاتی و نسکی که تمام عبادت هایم خالصانه برای خدای، تمام زندگیم برای خدای، حتی خوابم برای خداوند. مسلمان هم گفت خب اگر پیامبر اینجوری هست ما هم به پیامبر صلوات بفرستیم. یعنی تلاش کنیم که تمام کارهای ما، تمام زندگی ما، حتی خوابیدن ما با یاد خداوند باشه. یعنی ما رو به مقام قرب برسونه. آیا این کار ما شروع کردیم؟ تصمیم داریم که شروع کنیم؟ اگر تصمیم داریم علامتش چیه؟ ولی ما در ایام شهادت پیامبر آیا تصمیم داریم که سیره پیامبر را نه یک بار مطالعه، دائما توصیف سیره پیامبر در قرآن مطالعه کنیم، کتاب های سیره را مطالعه کنیم، محققین ما بازنویسی کنه سیره پیامبر را و در اختیار مؤمنین قرار بده تا مردم به گونه پیامبر عمل کنه. این مثل تأثیر، برای که اگر تأثیر صورت نگرفت، اعتصام به پیامبر و اعتراض صورت نگرفت، سقوط قطعیه، ما در ضلالت میمونیم. درسته که شهادتین بر زبان جاری میکنیم، وقتی که در رفتارمون تأثیر نداشته باشیم اعتصام به حبل الله نداره، خطر ما رو تهدید میکنه. پس علما، دانشمندان و تمام مسلمان ها هر کدام به سهم خود میتونه که در تأثیر به پیامبر الگو بگیره، از بی‌تفاوتی بیرون بیاد. شما که در بخش دوم هم میتوانیم همچنان از بیانات شما استفاده ببریم. تشکر. عزیزان بیننده، لحظاتی عزیزان اتاق فرمان ما برای ما میان برنامه آماده کردن، با هم میبینیم و دوباره برمیگردیم. در خدمت شما هستیم از کنار بارگاه نورانی آقای مجدی مستعزه علیه السلام. التماس دعا. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب العالمین و یا خیر ناصر و معین،
السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله ای تو خورشید جان، ای صفای دلم، نام زیبای تو شد صفای دلم، ای که شد مرقدت بر جهانی پناه، می کنی مرده را زنده با یک نگاه، السلام علیک یا رضا جان، 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 السلام ای شهید خراسان، ای پناه دل بی پناهان، السلام ای شهید خراسان، ای پناه دل بی پناهان، ای گل باغ زهرا و حیدر، پاره قلب موسی بن جعفر، السلام علیک یا رضا جان، 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 تو جگر گوشه مرتضایی، تو علی ابن موسی رضایی، تو جگر گوشه مرتضایی، تو علی ابن موسی رضایی، جان زهرا و جان جوادت، جان زهرا و جان جوادت، وقت مردن ز من کن عیادت، وقت مردن ز من کن عیادت، السلام علیک یا رضا جان، 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 مصطفی را تو نور دو عینی، حافظ خون سرخ حسینی، مصطفی را تو نور دو عینی، حافظ خون سرخ حسینی، یک نظر کن بر این قلب خسته، یک نظر کن بر این قلب خسته، جان زهرای پهلو شکسته، جان زهرای پهلو شکسته، السلام علیک یا رضا جان، السلام علیک یا رضا جان، السلام علیک یا رضا جان،
السلام علیک یا رضا جان، السلام علیک یا رضا جان، السلام علیک یا رضا جان. میهمانم من از ره رسیدم، میز با نامکن ناامیدم. میهمانم من از ره رسیدم، میز با نامکن ناامیدم. باشد این آخرین آرزویم، باشد این آخرین آرزویم. قبر جدد حسین را ببینم، قبر جدد حسین را ببینم، قبر جدد حسین را ببینم. السلام علیک یا رضا جان، 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 السلام علیک یا رضا جان. تو جگر گوشه مرتضایی، تو علی ابن موسر رضایی. تو جگر گوشه مرتضایی، تو علی ابن موسر رضایی. جان زهرا و جان جوادت، جان زهرا و جان جوادت. وقت مردن زمن کن عیادت، وقت مردن زمن کن عیادت، وقت مردن زمن کن عیادت. السلام علیک یا رضا جان، 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 السلام علیک یا رضا جان. مصطفی را تو نور دو عینی، حافظ خون سرخ حسینی. مصطفی را تو نور دو عینی، حافظ خون سرخ حسینی. یک نظر کن بر این قلب خسته، یک نظر کن بر این قلب خسته. جان زهرای پهلو شکسته، جان زهرای پهلو شکسته. السلام علیک یا رضا جان، 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 السلام علیک یا رضا جان. پناه مانده ای زهر چشیده زخمی، پناه مانده ای زهر چشیده زخمی. بغض آورده ایم، درد آورده ایم، زخم آورده ایم، مشکل آورده ایم. اما تا می رسیم، تا بو می کنیم عطر حرم را، گویی هیچ نیاورده ایم و تنها آمده ایم که نزدیک تو باشیم و نگاهمان کنی و سلامی دهیم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در بخش دوم براستان خورشید تقدیمی از شبکه جهانی هادی تیوی، ویژه نامه و ویژه برنامه‌ای که به مناسبت شبهای آخر ماه صفر به صورت زنده و مستقیم از بارگاه ملکوتی آقا امام علی موسی رضا علیه السلام تقدیم شما بزرگواران میشه، در خدمت شما هستم. جا
داره در همین ابتدای بخش دوم قبل از اینکه همچنان در کلاس درس استاد سجادی شرکت بکنیم، وظیفه رسانی خودم میدانم که سه شماره، سه عزیز، سه بزرگوار که از نقاط مختلف دنیا برای ما پیام فرستادن و التماس دعا داشتن، شمارهاشون اعلام بکنیم. مثبت 93-70 چهار شماره آخر 99-06 هموطن ما از کشور عزیزمان افغانستان، مثبت 90-534 چهار شماره آخر 28-11 هموطن ما از کشور ترکیه، و مثبت 98-921 چهار شماره آخر 73-95 عزیز دل ما از شهر مقدس مشهد برای ما پیام روان کردن. ما تشکر میکنیم، انشاءالله که زیارتشان از راه دور قبول باشه. در خدمت شما هستیم در بخش دوم در ادامه مبحث تأثیر الگوگیری از معصومین علیه السلام در تکامل انسان و جناب استاد سجادی. استاد عزیز مجددا سلام عرض میکنیم، در خدمت شما هستیم. علیکم السلام و رحمت الله. خب تا اینجا ما به یک نتیجه رسیدیم که اگر الگوگیری صورت گرفت، از ما باید گذشته تر هم یاد کنیم، با قدرت میرسیم. چرا؟ برای که مشاهده زندگی پیامبری که با سخت کوشی بار رسالت را به مقصد رسونده اند، ما باید اقتضا کنیم، یعنی مثل پیامبر وظایف اون رو انجام بدیم. او الگویه، ما باید الگوگیری کنیم و توانمند بشیم، اراده ما اراده ای شوه که در مسیر بندگی شکست نخوره با این موانعی که ما داریم. موانع درسته که در گذشته به گونه ای بود که مسئله کشتن و اینا مطرح میشد مستقیما، ولی اول الان موانع از نوع نرم افزار شه، زرق و برقه هایی که درست کرده، فیلم هایی که درست کرده، برنامه هایی درست کرده، سایت هایی که طراحی کرده، اینا میخواد که ما رو زمین گیر کنه. بله، جنگ نرم. و اگر ما تأثیر ما ضعیف بود، ما تسلیم این عوامل میشیم. مسئله دیگری که مطرحه که خیلی جالبم هست و برای تمام بینندگان احتمالاً که خیلی مطالعه نکرده باشه، یک مرتبه خدا دستور داده، گفته که آی مسلمان، این پیامبری که میبینی سخت کوشانه انجام رسالت کرد تو نجات پیدا کنی، و اقتدا کن، تأثیر کن. عین این مسئله به عنوان یک توقع، یک انتظار در قرآن از زبان خود پیامبر نقل شده. این همین لحظه که ما شما در محضر امام رضا علیه السلام قرار داریم، این آیه با صراحت میگه که ای پیامبر من بگو، اعلان کن، هذه سبیلی، این راه و رویش و سنت منه که چیکار میکنم؟ ادعو الالله على بصیرت انا و من تبعنی، که من مردم را به سوی خدا میخوانم، دعوت میکنم، هم من دعوت میکنم، هم کسانی که تابع من هستند یا ادعای تبعیت میکنم. کدام مسلمانه که ادعای تبعیت نداره؟ آیا این اعلان پیامبر را در بارش فکر کرده ایم؟ هر که تابع منه در دعوت دیگران به سوی خداوند مثل من تلاش میکنه، منتها با بصیرت تلاش میکنه، با دلیل، با بینایی، با دانش، با روشنی دعوت میکنه. خب این سبیل رویش پیامبر اینه و میخواد برای جهانان اعلان کنه که میخواید منی پیامبر و تابعین من رو بشناسید، با رفتار ما رو بشناسید، نه با گفتار ما، با رفتار ما بشناسید. یکی از رفتارم اینه که هم من و هم تابعین من
مردم را به سوی خدا دعوت میکنیم با بینایی و بصیرت، آگهی. دعوت ما بیان مجمل و کلی نیست، روشن و مبینه. آیا این توقع پیامبر را که قرآن نقل میکنه مسلمان الان برآورده کرده؟ ببینید، دعوت میکنم به سوی خداوند از نظر مفهومی و نتیجه دعوتی به خدا همون صراط مستقیمه، همون راهی بندگیه. اینا همش یک چیزه. هر کی مسلمانه خودش اقتدا میکنه به پیامبر، آفرینش. ولی کافی نیست، باید همت کنن، تصمیم بگیرن و عزم آهنین داشته باشن که مثل پیامبر دیگران رو به سوی خدا بخوانند، یعنی به سوی صراط مستقیم دعوت کن، در مسار صراط مستقیم قرار بده و صراط مستقیم رو براش تبیین کنه. حالا هر کس خودش میتونه که در این رابطه فکر کنه، خب آیا ما بچه‌مون را توان داریم دعوت کنیم به سوی خدا، به سوی خوبی ها؟ اونم دعوت ما آگاهانه توأم با علم و دلیل و برهان و توضیح باشه. این کار میکنیم؟ آیا ما یکی در خانه زندگی مشترک داریم، حالا یا خانم یا مثلا شوهر، آیا همدیگر را به سوی خدا دعوت میکنه؟ نیاز نداره. آیا همسایه خودمون را به سوی خوبی ها دعوتی به سوی خود، دعوتی به تمام خوبی ها دعوت میکنیم؟ آیا ما آمادگی میگیریم که میزانی معلومات ما را در برابر کارهایی که خدا میخواهد انجام بدیم بالا میبریم؟ اگر ما از توضیح المسائل کس سوال کنه، توضیح المسائل مراجع تقلید که ادبیاتت روان، چاپت زیبا، جلد کتاب زیبا، خب چهره عملی و عینی بندگی خدا هستی، آیا کسی تو رو میخوانه؟ اگر نمیخوانن چطوری با نماز شناخت از نماز پیدا میکنه؟ احتمال نمیده که نمازش باطل باشه، چون مسائل نماز رو خوانده. 2500 مسئله داره نماز. آیا کسی به خود اجازه میده که این 2500 مسئله را درباره نماز مطالعه کنه تا علا بصیرتن دعوت کنه؟ این آیه قرآن را ببینید، در سوره یوسف آیه 180 108 از میشه مطالعه کنیم. آیا ما توقعی پیامبر را که پیامبر به خدا قول داده ای خدای من، ای مردم جهان، میدونید که من و تابعین ما میخواهیم که همه را به سوی خدا بکشانیم، اونم با بصیرت، کارمون با بصیرت باشه، نه با یک بیان مجمل و گنگ و کلی. یاد آیه قو انفسکم و اهلیکم نارا افتادم، در واقع نه تنها خودتان بلکه اهلتان را هم باید شما به تقوا دعوت کنید، با تقوا شوید. ببینید، در ایام شهادت معصومین علیهم السلام فرصتی خوبیه که ما بازنگری کنیم خودمون را، کاسته هایمون را، کمبود هایمون را، سهلنگاری هایمون را، کمکاری هایمون را بازرسی کنیم و تصمیم بگیریم. چرا؟ برای اینکه یک منتظرم داریم. اگر ما تصمیم نمیگیریم دعوتی به سوی خدا با بصیرت راست در برنامه کاریمون قرار نمیدیم، اون منتظر ما چی خواهد گفت؟ اون میخواد که جامعه آماده شنه برای ظهور و دنبال اینه که 313 نفر ساخته شوه. اگر میلی به دین شناسی پیدا نشود، میلی به بصیرت دینی پیدا نشود، اون 313 نفر چگونه با وجود بیاد؟
پس ما بیاییم از نو دینداری و دینشناسی و دعوت به دین را به عنوان یک وظیفه که پیامبر توقع داره که ما انجام بدیم، مثل پیامبر انجام بدیم. پیامبر چطور انجام میدید؟ طبیب دوارون به طبی میدوید میزخت. وقتی پیامبر این وعده را داده به جهانیان، به خداوند، ما هم بیاییم یک کمی تکان بخوریم، دلمون بسوزه، این بچه‌مون جهنم میره میسوزه. آیا با حق نداره که ما راهی به سوی خدا رو براش روشن واضح نشون بدیم، آگهی دینی براش بدیم؟ اگر خودمون آگهی دینی نداریم چطوری آگهی دینی بدیم؟ ببینید تأثیر همینه. حالا نمیتونیم مثل شیو، ولی تأثیر کنیم، اقتدا کنیم، تلاش کنیم. پیامبر سخت کوش بود. فیضا فرغت فنصب. آیا ما این اصل را که در زندگی پیامبر قطعا عملی شده، اصل تأثیر چی میگه؟ میگه خب توی مسلمان هم تأثیر کن، سخت کوش باش در فهم دین، در فهم زندگی، در تمام اندیشه هایی که به درد دین دارید میخوره، به درد زندگی نیازهای دنیوی و اخروی میخوره، سخت کوش باش. آیا ما سخت کشیم؟ نه، متاسفانه. پس بنابراین ما بر اساس این آیه کریمه که امشب امیدوارم دوستانم مطالعه کنه، لااقل تفاسیر فارسی را باز کنه، از آیه 108 را مطالعه کنه که پیامبر چی گفته. من و تابعین من مرمید به سوی خداوند دعوت میکنیم و دعوتمون هم با بصیرت و آگاهی و شناخت دین است. استاد خدا خیرتان بده. تمام عزیزان بیننده حتما با بنده هم نظر هستن که در این شبها واقعا ما فرمایشات شما برداشت جدیدی داریم و انشالله که بتونیم در زندگیمون استفاده بکنیم. یک مثال میزنم استاد. در زندگیمون همه ما زحمت میکشیم، بالاخره درس میخونیم، ازدواج میکنیم، دارای فرزند میشیم و تلاش میکنیم که تا وسایل سعادت این زندگی را ما فراهم بکنیم. بالاخره خیلی خیلی سختی هم میکشیم تا به یک راحتی ظاهری در این دنیا برسیم، ولی کم کم فکر میکنیم به این که ما کمتر به امام و پیامبر توجه کردیم، کم کم فکر میکنیم و به این نتیجه میرسیم کمتر به اون دنیای خودمان فکر کردیم. و صراط مستقیمی که پیامبر اینقدر زحمت کشید و صراط مستقیمی که الگوهای 100% درجه یکی که از پیامبر سرمشق گرفتن که ائمه ما باشند، ما کمتر به آنها فکر کردیم. در مجالس عزایشان شرکت کردیم، در شب و روزی که شهادتشان بود از اول ماه محرم تا آخر سفر سیاه پوشیدیم، عزاداری کردیم و نذر دادیم و خودمان را متدین به دین مبین اسلام و مذهب حقه شیعه دانستیم. ولی واقعا آن سختی و آن چیزی که پیامبر منظورشان بود نگرفتیم، آن چیزی که آنطوری که حضرت میخواستن ما کار نکردیم. استاد ما حدودا 8 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم و میخواییم در این لحظات آخر برنامه امشب که البته فردا شب هم ما همچنان مهمان عزیزان هستیم، بیشتر استفاده ببریم از شما از مباحث اخلاقی این بحث که واقعا ما چی کنیم استاد در این دنیایی که پر از شلوغی هست، پر از هرج و مرج هست، در این جنگ نرمی که حضرت عالی فرمودین واقعا همه ما گرفتار هستیم، جوانترهای ما به یک طریق، بزرگترهای ما به یک طریق، چی کنیم استاد؟ راه سعادت کجاست؟ ببینید بدون بصیرت نمیشه. بصیرت آگاهی، معلومات. خب ببینید پیامبر آمد که اخلاق را کامل کنه. خب ما میخواییم چطوری اخلاقمون را کامل کنیم، شناخت اخلاقمون را بالا ببریم؟ حلم چطوری با وجود میایه؟ خشم را فروشان نشاندن چطوری با وجود میایه؟ تعاون چجوری با وجود میآید؟ بدون شناخت نمیشه.
ما بریم مثلا در زندگی یک کتاب مطالعه کنیم، قلب سلیم رو مطالعه کنیم، گناهان کبیره رو مطالعه کنیم. بدون شناخت امکان نداره. ما کارمون با شناخت، با مطالعه، با فهم شروع میشه. ببینید مساجد ما بیشتر ساعت خالیه. ما حوضات ما باید در خدمت مردم باشه. برای تمام سطوح باید کلاس آموزشی داشته باشه. ما اگر مثال بزنیم، یک مثال بزنیم که پیامبر بله در زندگیش غذای سیر نخورد. خب این ما را تحت تاثیر قرار میده، اما ما را با مکارم اخلاق نمیرسانه. چی وقت با مکارم اخلاق پیامبر میرسانه؟ در صورتی که ما مطالعاتمون شروع شده باشه، پیامبر شناس بشیم. امام رضا درباره زندگی امام رضا، حالا نمیدونم، باید یه سوال هر کس از خودش بکنه که در روز شهادت امام رضا ما چند صفحه کتاب درباره زندگی امام رضا مطالعه کردیم؟ چند صفحه کتاب درباره زندگی امام حسن مجتبی مطالعه کردیم؟ چند صفحه کتاب درباره زندگی پیامبر اسلام مطالعه کردیم؟ اینا با گفتن نمیشه. تا ما تشنگیمون را با دانستن برطرف نکنیم، مشکلی محل نمیشه. مشکل ما پس تصمیم بگیریم. ببینید فعلا آوردن کتاب داخل خانه از طریق موبایل امر بسیار ساده‌ایه. هر کتابی بخواد، منتها گرگدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ ما بیاییم ببینید این غفلت را بشکنانیم، این بی‌تفاوتی را بشکنانیم. ما بیاییم ببینید، ما اگر یک کاری خیر انجام میدیم، یک پاداش همون لحظه داره، آرامش روحی، یک لذت معنوی داره. و اصلی نتیجهش برای آخرت ذخیره میشه. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، حسنه آخرت دنیا رو چطوری تأمین کنه؟ بدونی شناختی قرآن، معانی آیات، زندگی ائمه، ما نمیتونیم که هم زندگی دنیای خود رو زیبا بسازیم هم زندگی آخرتمون رو زیبا بسازیم. نمیشه، امکان نداره. پس بریم دنبال دانستن باشیم و دنبال این باشیم که دیگران رو هم دعوت کنیم به سوی خداوند با بصیرت و آگاهی و توان علمی، انشاءالله بخواست خدا. انشاءالله سلامت بشید. سلام به اون بصیرت و آگاهی که پیامبر مد نظرشان بود، ائمه معصومه علیهم السلام مد نظرشان بود، برسیم انشاءالله که بیشتر وقت بگذاریم برای قرآن، بیشتر وقت بگذاریم برای نشستن در پای اساتید دلسوزی مثل شما که عمرشان در این مسیر بالاخره خرج کردن و صرف کردن و دلسوزانه. ما میتونیم از محضر شما استفاده بکنیم. استاد دعای بفرمایید در شب شهادت امام علی. خب ما دعایمون همون دعایه. ببینید این که پیامبر چطور زندگی کرد، امام رضا چطور زندگی کرد، امام حسن مشتبه چطور زندگی کرد، ما تفصیلا شناخت پیدا نکرد، ولی در چنین شبی از خدا بخواهیم اون جملات تکرار کنیم. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسیار تشکر میکنم استاد. از همه شما بزرگواران، از نگاه مهربان و متفقدانی شما عزیزان تشکر میکنیم. آنچه که ما را به ادامه راه امیدوار میسازه این نگاه و این بزرگواری شماست. امیدواریم بتانیم در این خدمتگزاری ها همچنان سربلند و مرضی امام زمان علیه السلام باشد. از شما خداحافظی میکنیم تا انشاءالله در فرصت بعدی با براستان خورشید در خدمت شما باشیم. یا رب الحجه بحق الحجه اشف صدر الحجه بظهور الحجه.